به مناسبت شب قدر و شب شهادت مولای متقیان علی علیه السلام، مراسمی در محل اقامت رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اوبرسرواز برگزار شد. در این مراسم که با شرکت خانواده‌های مجاهدان اشرف و جمعی از اعضا و حامیان مقاومت برگزار شد، خانم مریم رجوی سخنانی پیرامون مفهوم قدر ایراد کرد و اهمیتی را که بر پادارندگان شب احیا و لیلة القدر برای مقام انسان و نقش راه گشای آن در تعیین سرنوشت قائلند مورد تأکید قرار داد. خانم رجوی گفت: شب شهادت حضرت علی بسیار دردناکه از کل تاریخ، اما در این حال این القدسی الگوی جاودان انسان رو به ثبت رسوند، برجسته کرد و به عنوان سمبول و الگو برای هر انسانی که در هر برهه بخواد از اون الهام بگیره و ادامه بده. ولی علی قدر انسان، مظهر میتوان و باید، شاخص پایداری بر اصول، اون هم بر اصول آرمانی، و شاخص قیام برای رسالت‌های بزرگ که هیچ محدودیت، مانع و هیچ قدرتی نمیتونه مانع اون بشه. کسانی که به کلمات طیب و اندیشه‌های پاک و به عمل صالح و فداکاری و ایستادگی برای رهایی نوع انسان رو میارن، بله، همه اینها برپادارندگان لیلة القدر هستند. و چنین است قدر قیام‌های آزادی خواهانه که در اون زنان و جوانان و مردان شجاع در جامعه ایران جامعه‌شون رو از آلودگی و رجس رژیم ولایت فقیه شستند و قیام کردند. چنین است اشرف که به پشتوانه پایداری 7 سالش در 6 و 7 مرداد قدر مقاومت و آزادی رو خلق کرد. سلامون هی حتی مطلع الفجر. خانم رجوی تحولات فوق‌العاده مهم ماه‌های اخیر از جمله جوشش قیام‌ها در داخل ایران و اثرات پاک کننده و رهایی بخش آن در کل جامعه، شق شدن رأس رژیم، فضیحت جنایت‌های شنیع آن، حماسه پایداری اشرف و اعتلای همبستگی ملی در برابر دیکتاتوری را موهبت‌ها و برکت‌هایی که خدا به مردم و مقاومت ایران ارزانی داشته توصیف کرد. خانم رجوی بر پیروزی مردم ایران و نسلی که لیلة القدر تاریخ ایران را برپا داشته تأکید کرد و گفت: بنابراین وقتی خلقی یا جنبشی برای تغییر سرنوشتش قیام میکنه و لیلة القدر رو به پا میداره و میپذیره و در عمل قیمتش رو هرچی که باشه میده و پاش هست، ممکنه که انبوهی از مشکلات و سختی ها دامنگیرش بشه، اما باید گفت که نهایتاً مشمول سلام و رحمت اون هم خواهد شد. بنابراین شکی نیست که پایداری اشرفی ها و مبارزه دلیرانه قیام کنندگان در ایران قطعاً به پیروزی جر میشه و این مشیت خدا و منطق تکامل. واقعیت اینه که ما با دشمنی مواجهیم که به رغم دود و دم تبلیغاتش ذخیره و ظرفیتی برای بقا نداره. این روزها همه شاهد هرچه عمیق‌تر شدن شق در درون این رژیم، هرچه بیشتر فرو ریختن اون و هرچه تضعیف بیشتر اون در تمامیتش هستند و باید گفت که به درستی سرنگونی این رژیم آغاز شده و این لیله مبارکی است برای
اشرفی ها و برای همه قیام کنندگان در داخل ایران. این است سلام های خدا و فرشتگان برای نسلی که لیلة القدر به خصوص لیلة القدر تاریخ ایران رو